بهار و سال نو ایرانی به اسرائیل و شهر تل آویو هم رسید. من هم اکنون در یکی از تالارهای بزرگ شهر تل آویو هستم که گروه بزرگی از ایرانیان با چیدن هفت سین در این سالن و دید و بازدیدهایی که برگزار کردند به دور همینجا جمع شدند تا این سنت باستانی ایران را گرامی دارند. نوروزتون پیروز، به سلامتی اینکه سال آینده ما بتونیم ایران رو آزاد و آباد و عاری از فرقه تبهکاران ببینیم و پرواز تهران تل آویو، تل آویو تهران برقرار باشه. فکر میکنم که فرهنگ ما در اسرائیل نگهدار تمدن ایرانه. ما از اینجا مبارزه میکنیم از طرف فرهنگی که داریم با اشعارمون، با نویسنده هامون، با کاری که میکنیم ما این پیامو میفرستیم به ایرانیا. ما با شما دوست هستیم، شما با ما دوست هستیم، بیاین با هم باشیم، یه جا باشیم و سال آینده در نوروز با. سال دیگه همه با هم باشن، این بیشترین چیزه. آرامش باشن و بدونیم مردم ایران و مردم اسرائیل هیچ وقت با هم دشمن نبودن و دشمن هم نخواهند شد. پیامتون برای ملت ایران در این سال نو ایرانی چیه؟ بهترین پیام این است که نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. بیش از 250,000 ایرانی و یا ایرانی زاده در این کشور زندگی می کنند که با آنکه بیش از 43 سال هست که از زادگاه خود دور هستند و اما سنت ها و فرهنگ و زبان مادری خودشون را اینجا نگاهداری و پاسداری می کنند. جشن های نوروزی قرار هستش که نه تنها در تل آویو بلکه در اورشلیم و دیگر شهرهای اسرائیل نیز در هفته های آینده برگزار بشه.